اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت عزیز، امروز در مورد فاکتورهایی که شیوه رهبری مطابق از او تعیین میشه میخوانیم. فاکتورهای متعددی است که میتونه به ما کمک کنه تا توسط از او بتانم که چه نوع رهبری در چه شرایط زمانی و مکانی مناسب است در پیش بگیریم. او فاکتورها عبارت از سایز و اندازه سازمان، درجه تعامل و گفتگو و شخصیت اعضا، مطابقت اهداف و سطح تصمیم گیری در سازمان می باشد. در اول بیاین که در مورد سایز و اندازه سازمان صحبت کنیم. بعضی سازمان ها در پی رشد هستند. وقتی که اینمی سازمان ها رشد میکنه، آنها به بخش های مختلف و گروپ های مختلف تقسیم میشه و صلاحیت تصمیم گیری به بخش های مختلف تقسیم میشه. اما اونطور که یک سازمان رشد میکنه، پرابلم هایشان بیشتر میشه و بسیار مشکل است که کنترل شود. در این حال، همونطور که یک سازمان رشد کرده به بخش‌های مختلف تقسیم میشه، تمایل به این که صلاحیت تصمیم گیری مرکزی شوه بیشتر میشه. این وضعیت سبب از این میشه که زیردستا و پیروان در تصمیم گیری، یعنی در پروسه های تصمیم گیری اشتراک بسیار کم کنند یا هرگز اشتراک نکنند. رهبرا در این رقم شیوه رهبری که استبدادی می باشد بیشتر تمایل دارند که ایدیا خود بر دیگران تعمیل کنند، به دیگران برسانند و مرعی کنند و از دیگران از زیر دستا اطلاعات یا امان و نتایج از نتایج بگیرند. فاکتور دیگه که شیوه رهبریت از او بر شیوه رهبریت تاثیر داره، درجه تعامل است. درجه تعامل و گفتگو، کار، عمل و یا تعامل و گفتگو در این پرادگام به روابط منطقی میان دو یا بیشتر از دو افراد است که بر اساس یک ساختار اجتماعی و سازمانی به دست آمده، به میان آمده و توسط از او میتانیم که اهداف به دست بیاریم. با این وصف ابهام اطراف سازمان گرد کرده، برای از این که رهبر بتانه امی ابهام رفع کنه، باید با زیردستان خود جهت بیرون رفتن از این ابهام باید در تعامل و در گفتگو باشد. با این ترتیب رهبر بیشتر توجهش به موضوعات کلیدی تمرکز میکنه و اطمینان حاصل میکنه که سازمان درک میشه و کیفیت و کمیت این تعامل در یک سازمان بر شیوه های رهبری سازمان نفوذ میکنه که باید کارمندان با هم کار کرده و تا بتانند که مکلفیت های خود به خوبی انجام بدن. با گفته نیولر، در یک سازمان که مؤثر باشد، باید اولی که مدیر سازمان باید اطلاعات با کارمندان خود شریک کنه. معلومات مدیر سازمان باید یک چینل بازی گفتگو با زیردستان خود داشته باشد. معلومات کافی در دسترس مدیر یا رهبر سازمان بوده باشد. محتویات مغلقی که کارمند با او متوجه است باید حل شود. منیجر یا مدیر در مورد ماهیت معلومات با زیردستان خود باید بحث کند. سازمان میتونه به شکل باز یا بسته کار کنه،
اما یک سازمان باید معلومات به دست بیاره و با محیط خود این معلومات برای از اینکه به دست آورده بتونه با محیط خود به طور دوامدار در تعامل باشه و او سبب میشه که سبب ایجاد یک محیط خوب گفتگو شوه که در نهایت سبب بقای سازمان میگرده. فاکتور دیگه که بر شیوه رهبریت تاثیر داره شخصیت اعضاست. شخصیت کارمند و منجر و رهبر بر شیوه رهبری تاثیر عمیق داره. اکثر افراد در یک شکل شیوه رهبری و دیگری در شکل دیگه شیوه رهبری عمل میکنند. افرادی که دوست دارند با دیگرها ارتباط داشته باشند معمولا دوست ندارند تا در امورات سازمان اشتراک کنند. بنا نیازهای آنها به مانند امنیت، راهنمایی با یک شیوه رهبری استبدادی و قید بهتر رهبری میشه و آنهایی که با یک روحیه همکاری و راهنمایی میخواد که تخصص خود ارتقا بخشند و میخواهند که در پروسه تصمیم گیری اشتراک کرده و بیشتر تعامل داشته باشند با شیوه رهبری اشتراکی یا مصلحتی یا شیوه مصلحتی بیشتر تمایل دارند. و رهبران با این وضعیت هایی که ایجاد میشه زمینه مشارکت را برای کسانی که آرزوی تصمیم گیری را آرزوی اشتراک در پروسه تصمیم گیری را داره مساعد بسازه و کسانی که در راستای اشتراک در پروسه تصمیم گیری احساس مشکل میکنه با آنها راهنمایی کافی بکنن. و فاکتور دیگه که رهبری بر شیوه رهبریت تاثیر داره امان مطابقت اهداف است. لفظ مطابقت هدف برای سازمان زمان استفاده میشه که تمام عمل کرد و فعالیت های سازمان با هدف نهایی سازمان مطابقت یا تطابق داشته باشه، مطابقت کنه. سازمان با بیشتر تطابق اهدافش عمل کرد و فعالیت های خود جهت از اینکه بدانند که با هدف نهایی سازمان تطابق داره یا نه بازبینی و بازنگری میکنند. در این وضعیت ها که باید یک اتحاد در مورد عمل کرد و راهنمایی هر فرد دپارتمنت بخش وجود داشته باشه درک شده که آیا آنها با هم در جهت بدست آوردن یک هدف اساسی کار میکنن یا نه باید کار شود. در نهایت جهت تطابق اهداف سازمانی شیوه های رهبری مختلف در پیش گرفته میشه. آخرین فاکتوری که بر شیوه رهبریت تاثیر داره امانا سطح تصمیم گیری است. فرق یک رهبر فعال از غیر آن ای است که یکی از فعالیت های اساسی اداره و مدیریت امانا تصمیم گیری است. یکی از این تفریق هایی که رهبر توانا را با رهبر ناتوان فرق میکنه میتونه کیفیت تصمیم گیری باشه که یک رهبر مؤثر و توانا تصمیم خوب میگیره و انتخاب خوب میکنه و یک نتیجه مناسب را برای سازمان تا یک نتیجه مناسب به سازمان بده. بر علاوه توانایی های رهبری درک کارمند یک رول بزرگ را جهت بدست آوردن اهداف نهایی سازمان بازی میکنه. در یک سازمان که تمرکز زدایی باشه و از نظریات زیردستان بسیار کم یا هیچ استفاده نشود
رهنمایی ها در این نوع سازمان، رهنمایی ها و هدایات به طبقه های پایین داده میشه و از آنها طور جدی و شدید پیروی خواسته میشه و شیوه رهبری در این قسم از سازمان ها بسیار استبدادی یا اوتوکراتیک است نسبت به این که اشتراکی یا دموکراتیک باشه. بنان جای و ردی تصمیم گیری که امانا دپارتمنت عملیاتی سازمان می باشه شیوه رهبریت انتخاب می کنند. و تشکر شما دوستان عزیز، با امید از که مورد توجهتان قرار گرفته باشه.